هزاران آواره و مهاجر خارجی در ایتالیا به عنوان نیروی کار ارزان قیمت در بسیاری از بخش‌ها به ویژه در بخش کشاورزی در وضعیت بسیار دشواری زندگی می‌کنند. مهاجران خارجی با تجمع در مقابل نهادهای دولتی در شهرهای بزرگ این کشور از جمله روم خواستار محافظت از آنها در برابر بهره‌کشی شدند. من وقتی نوجوان بودم با رویای برخورداری از یک زندگی بهتر به ایتالیا آمدم. برای سالها به عنوان کارگر فصلی کار کردم. کارفرمایان از مهاجران مانند برده کار میکشند و دستمزد بسیار کمی پرداخت میکنند. واقعا دردناکه. گروهی از فعالان اجتماعی و اتحادیه کارگری نیز به آنچه بی‌تفاوتی دولت ایتالیا در قبال آوارگان و مهاجران اعلام شد اعتراض کردند. نگرانی دولت ما فقط برای اینه که میوه و سبزی خراب نشه و براش مهم نیست که مهاجران خارجی که این میوه و سبزی ها رو برداشت میکنن در شرایط غیر انسانی زندگی کنن و مورد بهره‌کشی قرار بگیرن. دولت ایتالیا هفته گذشته با توجه به نیاز خود برای برداشت محصولات کشاورزی به آوارگان فعال در این بخش برای 6 ماه اجازه صدور اقامت موقت داد. این اقدام دولت ایتالیا فقط برای جلوگیری از خراب شدن میوه و سبزی است و قصد حل مشکلات و وضعیت غیرقابل تحمل و رنجاور آوارگان را ندارد. بسیاری از آوارگان که همکنون به عنوان کارگر فصلی از آنها استفاده می شود در شرایط بسیار بد و در سازه های متروکه بدون آب، برق و سرویس های بهداشتی نگه داشته می شوند. در ایتالیا بخش مهمی از نیروی فصلی کشاورزی را آوارگان و مهاجران خارجی تشکیل میدن که به علت بیکاری و نداشتن اقامت بسیاری از اونها با بیشترین ساعات کاری و کمترین دستمزد مورد استثمار قرار میگیرن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.